با میمنت و مبارکی برای دو ملت بزرگ ایران و افغانستان و به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح پیامبر عظیم الشأن اسلام و روح مولای من حضرت علی ابن موسی رضا بهره برداری از قطعات 1، 2 و 3 راهن خاف هرات به طول 140 کیلومتر آغاز بفرمایید و همچنین فرمان حرکت قطار را صادر می کنم. علا برکت الله. به نام خداوند متعال، ذکر پیامبر گرامی اسلام، تشکر از دولت و ملت ایران و اتکا به اراده ملت عظیم افغانستان. اکنون به رئیس عمومی اداره خط آهن محترم یماشمس هدایت می دهم تا قطع نوار جهت افتتاح و بهره برداری پروژه خط آهن خاف هرات را رسما آغاز نماید. خواب خرگوش به خواب یار میمانه، بله خواب به خواب یار میمانه، بله بریم باغ کدوم باغ، همو باغی که قمری نام داره، های بله بچه سیاد به پایش نام داره، های بله بچه سیدم رام ازن، خرگوش دشتم رام ازن، آهوی کوهم رام ازن، قمری باغم رام ازن، خواب خرگوش به خواب یار میمانه، بله خال آهو به خال یار میمانه، بله توق قمری به توق یار میمانه، بله ستاره ها در دل شب بکاری، زباغ دل ریشه غم دراری. جناب آقای رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی افغانستان، جناب آقای اشرف غنی، میهمانان گرامی، مردم عزیز کشور دوست و همسایه افغانستان، سلام علیکم. امروز یک روز تاریخی و بیاد ماندنی برای تاریخ دو کشور بزرگ ایران و افغانستان است. یاد ما خواهد ماند 20 آذر 1399، 10 دسامبر 2020، 24 ربیع الثانی 1442. این تاریخ، تاریخ اتصال دو سرزمین دوست از طریق راهن با اعدادی که برای ما ایرانی ها با میمنت و مبارکی توأم است. ما 20 رو به عنوان نمره
عالی و خوب و به کسی که میخواییم بگیم خیلی کار خوب کردی میگیم 20 نمره 20. و امروز 3 تا 20 داریم ما، 20 آذر و همچنین دسامبر 2020. بنابراین این خط تاریخی ما با 3/20 امروز آغاز شده و شروع شده. آقای رئیس جمهور، روابط دو کشور ما به عنوان دو کشور برادر، مسلمان، همسایه و دوست تنها از طریق همزبانی نیست، از طریق همدلی هم هست، که گفت همدلی از همزبانی خوشتر است. و قدمی هم بالاتر، ما امروز دارای همسرنوشتی هستیم. سرنوشت هر دوی ما یکی است. ثبات منطقه، امنیت منطقه و توسعه منطقه در سایه ثبات و امنیت و توسعه هر دو کشور است. توسعه افغانستان توسعه ماست، امنیت شما امنیت ماست و ثبات در کشور شما ثبات ایران و ثبات همه منطقه ماست. آقای رئیس جمهور، ملت افغانستان، ریشه روابط ما در فرهنگ، ریشه روابط ما در تاریخ، ریشه روابط ما در زبان، اون هم نه امروز، از هزاران سال پیش. همسایگی ما البته یک انتخاب نیست، یک تقدیر و سرنوشت تاریخی است. اما بهره‌مندی ما از سایه یک دیگر اینجا به اراده ما بستگی دارد. اراده دولت ایران و ملت ایران این است که دو کشور از همه نعماتی که امکان پذیر هست به نفع همدیگر بهره برداری و استفاده کنند. وقتی از مرزها سخن میگوییم، وقتی از بیش از 900 کیلومتر مرز ایران و افغانستان حرف میزنیم، معمولا در مرز نوعی از فاصله سخن گفتن است. اما وقتی از راه سخن میگوییم، از پل سخن میگوییم، از رودخانه سخن میگوییم، اینجا از یگانگی و همبستگی حرف میزنیم و سخن میگوییم. همبستگی که باعث رونق بیشتر در زندگی مردم افغانستان، مردم سخت کوش افغانستان و مردم زجر دیده افغانستان. ما همیشه در کنار تاریخ و ملت افغانستان بودیم. روزی که کشور شما توسط شوروی سابق اشغال شد، همون روز امام خمینی سفیر شوروی را احضار کرد و با این سفیر سخن گفت و گفت کار شما غلط و اشتباه است و ملت افغانستان روزی شما را از سرزمین خودشون و وطن خودشون بیرون میرانند. و در طول جهاد مردم افغانستان، ملت ایران در کنار ملت افغانستان بود. پیروزی شما پیروزی ما بود، شادی شما شادی ما بود. ما افتخار داریم که در طول این 40 و چند سال میزبان میلیون ها مردم افغان در این سرزمین بودیم.
میزبانی ایران برای همسایه گرامی و دوستش افغانستان، میزبانی که توأم بوده با آموزش رایگان برای فرزندان ملت افغانستان که بیش از 400 هزار نفر امروز دانش آموز افغانی در کلاس‌های درس ما درس می‌خوانند و از بهداشت و درمان رایگان ما استفاده می‌کنند و در ماجرای کرونا به همون نسبت که ما به مردم ایران خدمت دادیم بدون هیچ فاصله و امتیازی به مردم افغانستان هم خدمت دادیم. ما امروز معتقدیم فرهنگ ما، تاریخ ما در هم تنیده است. به همون نسبت باید بازار ما، اقتصاد ما به همون نسبت در هم تنیدگی داشته باشه. و برای اینکه اقتصاد دو کشور رو در کنار همدیگر و ارتباطات تجاری و اقتصادیمون رو در حد مطلوب برسانیم، اولین قدم زیر ساخت هاست. با حضور جناب عالی و آقای مودی ما راهن چابهار را افتتاح کردیم که اون روز روز تاریخی سه ملت بود و امروز با حضور ویدیو کنفرانسی جناب عالی راهن ایران به افغانستان رو افتتاح کردیم که دومین راهن در شرق ایران ماست، راهن میرجاوه راهن اول ما بوده که ما را به پاکستان متصل میکنه و امروز راهن خاف هرات راهن دوم شرقی ماست که ما را به افغانستان متصل میکنه و از شمال ما در سرخس، در اینچبرون و در جلفا و بالاخره در رازی، در غرب و در آینده نچندان دور اتصال ما از کرمانشاه به خانقین، اتصال ما از خرمشهر به بصره راه‌های ارتباطی دیگری است که ما را به شرق و غرب متصل می‌کنه و از این اتصال مردم افغانستان و این راهنی که امروز افتتاح کردیم می‌توانند استفاده و بهره برداری کنند. راهن امروز هرات رو که در آینده نزدیک امیدواریم روزنک به هرات متصل بشه و همینجا آقای رئیس جمهور من اعلام میکنم جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های ایرانی آمادگی دارند که راهن روزنک را در زمان کوتاه به هرات متصل کنند و ما امیدواریم هرات به مزار شریف متصل بشه و سیر این راهن در منطقه بتوانه به اقتصاد کل منطقه کمک کنه. با این اتصال مردم عزیز افغانستان میلیون ها تن کالا را میتونن از این ریل جابجا کنند و همچنین صدها هزار مسافر میتونن از این ریل استفاده کنن و با اجرا و افتتاح بخش چهارم مردم عزیز هرات میتونن به آرزوی دیرین خودشون با راهن به راحتی به مشهد الرضا متصل بشن و بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا را زیارت کنند. با این راهن ما رونق ایران و رونق افغانستان را در اون می‌بینیم. با این راهن کالای تجار شما به راحتی می‌تواند به اروپا متصل شود. با این راهن شما می‌توانید
به بنادر مهم جنوب، فعلا به بندر امام و به بندر بندرعباس و در آینده نچندان دور به چابهار متصل شوید. ما با تلاش جدی داریم راهن چابهار را به زاهدان انجام خواهیم داد و تا چند ماه دیگر دو بخش مهم این راهن را افتتاح خواهیم کرد و در سال 2021 این راهن متصل خواهد شد و بنابراین افغانستان میتونه در آینده نزدیک به چابهار هم متصل بشه و با اتصالی که در آینده راهن شما به ازبکستان پیدا میکنه، شما میتونید از همه امکانات ترانزیتی و فواید ترانزیتی در این منطقه بهره مند بشید. این راهن میتونه حتی در آینده مسیر اتصال به ریل چین، قرقیزستان، تاجیکستان و بعد افغانستان و ایران باشه و شرایط رو برای توسعه منطقه بیشتر آماده کنه. آقای رئیس جمهور، ما این راهن رو به عنوان یکی از تعهدات توسعه‌ایمون امروز به ثمر رساندیم و انجام دادیم. ما به این تعهدمون در زمانی عمل کردیم که در شرایط تحریم ظالمانه آمریکا بودیم و اونها به عنوان تروریست اقتصادی تمام مسیرهای حرکت اقتصادی رو می‌خواستند بر روی مردم ما ببندند. البته اونها شکست خوردند. طراح این طرح غلط هم سرنگون شد. همه اونهایی که در این مسیر راه غلط رو انتخاب کرده بودند فهمیدند که اشتباه تاریخی مرتکب شدند و ما امیدواریم در آینده این اشتباه توسط حاکمان بعدی در کاخ سفید جبران بشه. اما در این حال ما همه طرح‌های توسعه‌ایمون رو انجام دادیم در شرایط جنگ اقتصادی. آقای رئیس جمهور، ما هر پنجشنبه در همین مکان افتتاح‌های بزرگ تاریخی در ایران داشتیم و امروز 36 هفته است که ما افتتاح داریم. البته افتتاح امروز ویژگی خاصی داره برای ملت ایران و برای ملت عزیز افغانستان. این راهن مسیر ترانزیت رو برای مردم افغانستان هموار میکنه، کاهش هزینه حمل و نقل رو خواهد داشت، ترافیک مرز دوقارون رو کاهش میده که امروز مسیر پرترافیک هست، کالای افغانستان به راحتی به اروپا صادر میشه و به ایران صادر میشه و به سایر کشورها. در این حال آقای رئیس جمهور، ما همچنان متعهد هستیم که دوره آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت رو برای عزیزان ما در وزارت فواید عامه افغانستان انجام بدیم تا اونها به خوبی بتونن از راهن استفاده و بهره برداری کنن. من در اینجا لازم میدونم از همه مقامات و مسئولینی که در اجرای این کار تلاش کردند، از وزارت راه و شهرسازی ایران، از وزارت خارجه و همچنین از مسئولین دولت افغانستان و شخص جناب عالی که با تلاش‌های یکدیگر ما تونستیم این کار بزرگ رو به ثمر برسانیم و انشاءالله به ثمر نهایی خواهد رسید. و در پایان میخوام یاد کنم از همه اونهایی که برای اجرای این پروژه شهید شدند و یا مجروح شدند
برای اونها شفای عاجل و برای شهیدان اجر و مقام بلند اخروی آرزو می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دکتر روحانی، تمام مقامات اشتراک کننده، سفرای محترم، اعضای سکتور خصوصی، ملت بزرگ ایران، ملت عظیم افغانستان، تجدید سلام و احترام روز تاریخی است. همه ما از اراده به اساس اراده مشترک به منافع مشترک ثبات و هماهنگی انشاءالله و تعالی خواهد رسیدیم. این پروژه تاریخی، افتتاح پروژه تاریخی و حیاتی را به هر دو ملت و به زعامت هر دو ملت تبریک میگویم.